بحران پناهجویان در ماه‌های اخیر به یکی از مسائل اصلی کشورهای اروپایی تبدیل شده. روزانه هزاران پناهجو خودشون رو به کشورهای اروپایی میرسونن، مخصوصاً کشورهای شرق اروپا، کشورهای بالکان. امروز یک شنبه 4 اکتبر 2015 اینجا دهکده اوپاتوواک در کرواسی در 1 کیلومتری مرز صربستان، پلیس کرواسی نزدیک به 3000 پناهجو رو به اینجا منتقل کرده و در نهایت پناهجوها پس از ماندن حدود 1 روز در این کمپ اونا رو به مرز مجارستان منتقل میکنه. اینجا داخل کمپ موقت پناهجویانه که کرواسی در اختیار اونا قرار داده و همینطور که میبینیم چادرهای نظامی اینجا برپا کردن که میتونن اینجا بمونن شب و البته بین 1 تا حداکثر 2 روز بیشتر اینجا نمیمونن و حداقل اون امکانات اولیه‌ای که لازم دارن و در اینجا در اختیارشون قرار میدن. با کمک صلیب سرخ اینجا چادرهایی هست که علاوه بر این که کمک‌های پزشکی می‌کنن، کمک‌های از قبیل این که اگر کسی بخواد خانواده‌شو در جریان قرار بده که کجا هست و در چه موقعیتی هستش، از اینجا میتونه از این امکانات استفاده بکنه و تماس بگیرن با خانواده‌هاشون. ما تا امروز 7479 نفر رو در این مدت در این کمپ داشتیم. در طی مدت کوتاهی که اونها اینجا میمونند به همه واکسن میزنیم. از نظر سلامتی هیچ نگرانی برای اونها نداریم چون تمام امکانات پزشکی در اختیار اونها اینجا قرار میگیره. خیلی از اونها دچار سرمازدگی شدند. اونها را درمان میکنیم و بهشون لباس میدیم. در این کمپ 3 تیم پزشکی متشکل از 15 دکتر و تعداد زیادی داوطلب هم وجود داره. شما الان چند وقته که تو این شهر تو این کمپ هستیم؟ ما این کمپ همین فردا همین صبح ساعت 5 بجا آمدیم از کشور سربیا و بسیار خوب رویه دارن پلیس داشتیم. ما از پلیس اینجا راضی استیم، بسیار رویه خوب، انسان دوستانه. حال ما منتظر استیم که ما رو شاید ما تقصر این طرف جرمنی بریم، طرف اتریش بریم، سویدن بریم، کشور همین که خود میفهمیم که افغانستان جنگ است، هیچ کس خوش نداره که وطن خیلی لابده. ما مجبور شدیم که آمدیم در طرف کشور اروپایی که بخاطر یک زندگی آرامی داشته باشیم. از جنگ ما نفرت داریم، هر روز آدم کشتن است، بمب است، انتحار است، خودکش است. ما یک ماه شده از افغانستان که بیرون شدیم تا به نویجه رسیدیم. شما الان چند وقت تو راه بودین؟ کشور زیادی رو ظاهرا پشت سر گذاشتین. چند وقت تو راه بودین و برخورد مردم و همچنین پلیس به چه صورت بوده تو این مدت با شما؟ ما تقریبا 28 روز که از افغانستان بار آمدیم و بدکثیف‌ترین پلیسی که مردم اذیت میکنه پلیسی بارداری ایران است که میگیره مستقیم اول خلط میکنه در اردوگاه برای 20 روز 15 روز زندان میکنه، بعد از اون روان میکنه افغانستان و پولم از جیب خود نفر می پول تبیت میگه اتوبوس نت بندی سیج زندانی سی. ما ترکیه بسیار خوب مردم است، یونان او خوب نیست، مقدونیه بسیار پلیس خوب است، سربستان بسیار خوب مردم است و پلیس کرواشان مازش روزی استیم. مثلا ملتی که میان از افغانستان به سوی ایران حدوداً 50 نفر 60 نفر میباشه، 20 نفرش هم فکر نکنم برسه تو خاک ترکیه. زیادیشو یا میزنن یا دیپورت میکنن یا زیادیشو شهید میکنن اونجا کشته میشه زیادیش، یا بقیهش هم که میرسه 20 نفر هم که میرسه این بر میرسه یا پلیس ترکیه دیپورتش میکنه میره افغانستان. داخل خود ایران تو این نمیکنه،
داخل خود ایران توهین میکنن. چرا دیپورت میکنن؟ بگیرن افغانی بدون مدرک یا چیزی رو بگیرن دیپورت میکنن، اذیت آزار. داخل کمپی که میبرن جای کثیف میخوابونن، مثلا امنیت انقدر نمیدن داخل کمپ که میبرن، ولی بیرونش انقدر آزار اذیت نمیدن. خب بعد که میان توی مرزی که میان سمت ارومیه ماکو، اینطور جا که ایران که از تو مرز رد میشی میزننت، خب نمیذارن رد بشی. ترکیه آزاده، ترکیه میگه بیا رد شو، مثلا از تو مرزش رد میشی، ولی ایران میزننت. از تو مرز که میای، حداقل من گفتم 50 نفری که میاد سمت ترکیه، یه گله که میخواد بیاد سمت ترکیه، حداقل 20 نفرش میرسه. بقیه سالم، جون سالم به در نمیبرن. قاچاقچی ها زیادیشون رو میکشن، یا از طرف دولت ایران زده میشن، یا از گشنگی، تشنگی. این حتی خیلی پیاده روی که میکنن از پا میفتن، تو کوها میمونن، همونجا دیگه جون میدن دیگه، نمیتونن این برن. قولمان یه حدود 20 روز اومدیم از ایران، کرد ایرانیم. بعد از مرز ارومیه قاچاق اومدیم. من از راهی که خودم اومدم فیلم گرفتم، خودم با گوشی خودم گرفتم. چند، شاید بگم 50 نفر دیدم همونجا از تشنگی فقط مردن، چون راهش خیلی طولانی بود. کجا؟ کدوم راه؟ راه مرز بازرگان، ارومیه، ماکو. آره، این سه تا مرز، مرز ایرانه به طرف ترکیه. بعد من خودم فیلم گرفتم، با گوشی خودم فیلم گرفتم. واقعا به خدا اینا از تشنگی مردن. مسافرایی که زن و بچه بودن، خردسال بودن، سندار بودن، بالا بودن، پایین، همه اون تون را مردن از تشنگی، از گرسنگی، همه از فقر و بدبختی و فلاکت اومدن اینجا. کسی از راه خوشبختی نیومده اینجا. هر کسی یه دردی داره اینجا اومده. هیچ کی از خوشبختی نیومده. میبینم که الان رسیدین اینجا همراه با خانواده. شما چند نفر هستین و از امروز از کجا رسیدین اینجا؟ امروز از سربستان اینجا رسیدیم. حالا خیلی راه خراب است دیگه، یعنی واقعا برای مردم زیاد بد میگذره، یعنی مثلا زیاد خراب است، راه خراب است دیگه. بالاخره تا اینجا رسیدیم. حالا ببینیم از اینجا تا اونجا بخوایم بریم تا کجا. چند نفر هستین شما؟ گروپی ما 23 نفره بود. یک گروپی پیش ما آمده بودن. گروپی چند نفر بود؟ 45 تا خرد و بزرگ از اینا بودن. ایمان تقریبا 23 نفر آدم بزرگ بود. یک 10-15 تا بچه، یعنی رو هم 35 تا میشد. الان این خانم مادرتونن درسته؟ یا هم خاله مش. خاله شما هستن و میبینم که اعضای دیگه خانواده هم اینجا هستن با سن پایین. این به چه صورت بود؟ واقعا این مشکل نیست گذشتن از این همه کشور زمینی تو این آب و هوا؟ چرا مشکل است؟ مثلا موقعی که از قایقا که سوار میشه با کشتی ما، یکش خود ما کشتی از اینا خاموش شد، کشتی ما هم که خاموش شد دیگه، بالاخره گروه نجات آمد، گروه نجات ما را کشید مثلا از دریا بیرون. از کجا؟ از دریای یونان آمدیم اونجا، یعنی ترکیه و یونان آمدیم اونجا. از اونجا هم دیگه آمدیم کمپ، از اونجا هم دیگه سوار اتوبوس شدیم، سوار قطار شدیم. واقعا در سربستان سوار قطار که میشی، یعنی نمیتونی راحت بشینی، چی برسه که دیگه دراز بکشی. این بچه ها روی هم بودن. بالاخره تا اینجا رسیدیم. واقعا تا این، یعنی کم کم به طرف تر میایم، واقعا کمی راحت تر میشیم، یعنی واقعا خوب است. یعنی تقریبا 40 ساله که افغانستان جنگ است، یعنی تقریبا 40 سال تا روزی که مثلا ما خودم چشم باز کردیم، یعنی تا روزی که به دنیا آمدیم، از همون روز به بعد یعنی مثلا کلا جنگ بوده در افغانستان. همیشه مثلا سرگردان و حواره این طرف اون طرف، تانوس که هیچ روی خوشی که ندیدیم. حالا هم دیگه ببینیم که از این به بعد دیگه چی میشه. توکل به خدا، فقط همین. میبینم که شما از افغانستان خودتون رو رسوندین الان به کرواسی. این طبیعتاً راه آسونی رو پشت سر نگذاشتین، راه مشکلی بوده. و این به عنوان شما، به عنوان یک خانوم، به چه صورت بوده این سفر تا اینجا؟ دیگه خیلی خوب بود. می راه کشتی خیلی سخت، سرم سخت، اما دیگه می راه ایران که نفر میای خیلی مشکله.
دیگه طرف که میاییم دیگه خوبه، خیلی خوبه. شما از افغانستان وقتی اومدین ترکیه خب طبیعتاً از ایران رد شدین، برخورد ایران و پلیس ایران به چه صورت بوده؟ به چه صورت دیگه وایی که تیر موشه خوبه، مشکلش تیر موشه، وایی که بند بمونه مرز میکنه. چند خانواده رو ما 30-40 خانواده رو مرز کرده، از رای ایران از رای ترکیه گرفته مرز کرده. دیگه وایی که برای تیر شوی طرف آسانه خوبه. یعنی اگر مشکلی تو ایران پیدا کنین اگه بگیرنتون برمیگردونتون افغانستان؟ بله راست برمیگردن افغانستان. شما از کدوم قسمت افغانستان هستین؟ کندوز خان‌آباد. با نزدیک شدن فصل سرما هنوز از تعداد پناهجویان کاسته نشده و با سختگیری پلیس مرزی مجارستان راه رسیدن برای پناهجویان به آلمان که مقصد اکثر آنان است سخت‌تر شده. و چه چیزی در انتظار اونا هست و آیا اینکه مجارستان این پناهجویان رو قبول می‌کنه اصلا مشخص نیست. هومن راورپور، رادیو زمانه، اوپاتوواک، کرواسی.